آقا 20 تا مجموعه غذایی که همه‌شون ثابت شدن رو فکر کن جمع کنی تو یه مجموعه، اونم بیای دیجیتالیش کنی که کار شما راحت‌تر بشه. نیست اینجا بی بی روزی معروف نیاوران در بعد از سرای یاسر. بعد از سرای یاسر. خب چرا اسم شده بی بی روزی؟ قصه‌اش درازه. بریم دفتر بهت بگیم. بریم ببینیم. خب آقا بختیاری داستان بی بی روزی چیه؟ بی بیش که فکر کنم از بابک بختیاری میاد اگه اشتباه نکنم. روزی چیه داستانش؟ خب ببین درسته که بی بی اول اسم من و فامیلیمه، اما بی بی در فرهنگ فارسی به معنی زن مقدس، زن نیک هستش و ما در قدیم ها به مادر بزرگ ها بی بی میگیم. و با توجه به اینکه این یک فودکورت غذاییه و به هر حال مادر بزرگ ها همیشه دستپختشون خوب بوده و ما حس خوبی با غذاشون داشتیم، من این اسم رو به عنوان یک برند انتخاب کردم و ثبتش کردم. روزی هم که یعنی که به هر حال روزی دهنده یا رزق و روزی، بی بی روزی یه حس خوبه که ما میتونیم به مشتریامون بدیم برای اینکه بخوان یه حس خوبی از غذاهامون بگیرن. یعنی مثلا غذایی که مامان بزرگا همیشه دقیقاً بهترین چیزا رو خوشمزه، در واقع همون خوشمزگی خاطراتو برامون میساختن، دقیقاً دستپختشون یا حس خوب. چون ببین برای همیشه هم غذا بود تو خونه‌شون. آفرین. آره. غذاهای جا افتاده و خوب. و ما برای اینکه بخوایم انتخاب یه نام خوب داشته باشیم باید از یک موضوعی الهام بگیریم. من از این موضوع الهام گرفتم و اسم بی بی روزی رو برای فودکورت، یعنی در واقع اولین فودکورت دیجیتالی در جهان انتخاب کردم. خب چرا میگی اولین فودکورت دیجیتالی در جهان؟ خب جای دیگه به این سبک شاید بوده اگه اشتباه نکنم، ساینه جای مختلف، غرفه‌های مختلف دقیقاً دیجیتالی شده باشه. این فرقش چیه؟ ببین درسته که ما خیلی از رستوران‌ها میریم، حتی مک‌دونالد هم فروشنده داره، هم یکی دو تا دستگاه داره که سفارش میگیره، اما این که بخواد یک جایی، یک رستورانی با 20 برند متنوع غذایی باشه و هیچ فروشنده‌ای وجود نداشته باشه و کاملا دیجیتالی باشه نبوده. یعنی ما در بی بی روزی اصلا فروشنده‌ای نداریم، تماما دیجیتالیه و تمام برندها با این دستگاه‌ها ارگانایز شده که بتونه مشتری هر غذایی میخواد به صورت دیجیتالی سفارش بده. خب تو دوره کرونا ما دیدیم دیگه این دستگاه دیجیتالی، خیلی داروخانه ها اصلا دیجیتالی شد. من تو دوره کرونا این دیجیتالی بودن رو دیدم میشه، پس اصلا اشکالی نداره که دنیا داره میره به اون سمت. دقیقاً داره میره به اون سمت و طرح اولین فودکورت دیجیتالی رو من در واقع اونجا بود که کشیدم. یه موضوع دیگه من خدمت بگم امروی این و اون اینه که ما وقتی که یه رستوران میریم دوست نداریم چلو کبابو با پیتزا بخوریم، اون به خاطر اینه که از نظر برندینگ حس خوبی به مشتری نمیدیم. اما ما در بی بی روزی اومدیم این موضوع رو هم حل کردیم و برندینگ ها رو جدا جدا کردیم و به عنوان فودکورت داریم ارائه میدیم و مشتری فودکورت رو میپذیره و این فرهنگ رو داره که در فودکورت که میره بتونه اگر یکی از قشر خانواده چلو کباب بخواد یا یکی پیتزا بخواد. ما این رو تونستیم توی بی بی روزی در بیاریم و از نظر برندینگ حس خوب به مشتری بدیم که بتونه خانواده که میاد اگه یکی پیتزا دوست داره پیتزا بخوره، یکی دوست داره چلو کباب بخوره، یکی دوست داره برگر بخوره. دقیقاً. یعنی هم قدرت انتخابه هست، هم سرعت هست، هم راحتی و انتخاب طرف حس خوب هست. حس خوبه هست. هم که یه جا سرعت هم که بالا. دقیقاً. یه چیز جالب بهت بگم، من اعتقاد دارم که بی بی روزی با این فودکورت دیجیتالی که داره یک رنسانس در صنعت غذاست. همونطور که مک‌دونالد یه زمانی اومد یک تغییر ایجاد کرد، بی بی روزی هم تحولی در صنعت غذا میشه و اینکه اولین بار در جهان این اتفاق داره میفته، این خودش خیلی جالبه که ما تو این همه بحران، این همه سختی‌هایی که واقعا تو ایران هستیم ولی تونستیم باز یه کار نوعی بدیم و بتونیم این اقتصادی که اینجوری شده رو بتونیم با این خلاقیت باز دوباره به موفقیت دست پیدا کنیم. بعد این بی بی روزی رو میخوای فرانچایزش کنی یا نه؟ دقیقاً. ببین خیلی از دوستان هستن که ملکای 500 متری دارن یا 1000 متری دارن در خیلی از شهرهای مختلف، شاید فقط یک مدل غذا دیگه جواب نده و برگردون براشون نداشته باشه، هزینه ها رو نتونه کاور کنه، اما با نمایندگی بی بی روزی
که حالا 20 مدل برند هست داخلش، قطعا میتونن به سود خوبی برسن و میتونن از پس هزینه هاشون بر بیان. خب این کیفیت رو تو چطوری ثابت نگه میداری؟ خب ببین، کیفیت هم به خاطر فرانچایزه. من نیومدم یه شبه این کارو بکنم. 17 سال تلاش منه که هر کدوم از این مواد اولیه تو آشپزخونه مرکزی خودش آماده سازی میشه و ارسال میشه. بنابراین اینا هر کدوم آشپزخونه مرکزی جداگانه دارن و مواد اولیه‌شون، بسته‌بندی‌شون از قبل تو این سال‌ها آماده شده، حالا میتونن در کنار هم قرار بگیرن. اگر این زیرساخت نبود، قطعاً منم نمیتونستم یه همچین فودکورتی بزنم که 20 برند توش باشه. ولی اینا همه با هم تبدیل به یک سینرژی شده که الان ما میتونیم یه همچین مجموعه شکیلی رو داشته باشیم و دوستانی که بخواد نمایندگی بگیرن تو هر شهری به نظر من میتونه یک بی بی روزی افتتاح بشه. شماره عمومی نمایندگی هم داخل کپشن براتون میذاریم. ولی آره، فکر خوبیه. مثلا ملک بزرگی باشه. دقیقاً، یا تو جاده ها، تو شهرها. آره. به نظر من به لطف خدا که آره چی میگن، مجتمعهای خدماتی جاده ها خیلی خوبه واسه اونجا. من مطمئنم که به لطف خدا بی بی روزی در تمام شهرهای ایران و حتی کشورهای دیگه حتما نمایندگی میده و رشد میکنه. ان شاءالله.